بابا اگه الان نواد تو زنونه باشی اینجا چیکار کنم؟ یه صدایی از بالا شنیدم گفتم بیام سر بزنم میدونی یکی از ویژگی های گرگ چیه؟ از 5 کیلومتری بو میکشه شکارش کجاست بو میکشه من تیکه میکنم اون شکاری رو که سرک بکشه تو زندگیم اصولا عادت ندارم یه حرف رو دوبار تکرار کنم چیزی رو که بهت میگم آویزه گوشت میکنی میری پایین هر صدایی از بالا اومد دور از جون عرس داشت جون میداد پاد به پله آخر نمیرسه و یعنی اصلا تضمینی نمیدم چجوری برگردی پایین چشم گفتم شاید مرتضی چقدر خوبه که برادرت حرمت نگه نمیداره و اینجا نیست طفلی البته تقصیری هم نداره اصولا این چیزا برمیگره به خانواده که شما الحمدلله راهنگیزشون بهم یاد داده جواب هر توهینی رو ندم میگه خدا جای حق نشسته خودش رسوا میکنه اونی که دهنش رو باز پس ببند روهنگیز جونه دیگه معلم من اینجا نازمم پس حواست جمع باشه بودو برو به شوهرت بودو مجاز خدا خیر بده این حاج توکلو عروسی و عزاورش فرقی نداره اینو واجل مشکل گشاست خدا بیامرز آقامم خیلی حرفشو میخوند خدا رحمتش کنه آقام اینو این ماشین بی خط و خش بود این ماشین رو یه تن خودش از آلمان رون تا اینجا هر وقت اسم این ماشینش می اومد این و این عروسک سرخ می شد از عشقش ازم گرفتنش یه بارم نشد اسم من میاد این حال بشه دونستی باش حرف زنی میری تو به زنت میفهمونی اگه بخواد عروس این خونه بشه باید حد خودشو بفهمه اگه پریناز حرفی زده تا دلت بخواد حرف مفت میری تو همینجوری که من دارم بهت میگم حالیش میکنی گرفتی چی شد؟ اون نگران مرتضاست منم نمیدونم چی قراره پیش بیاد که بخوام آرومش کنم پس غلط کردی زن گرفتی از که یاد رفتی گند کنی امشب کار میری تو جمعش میکنی تمام هر چی زنگ زدم خسرو جواب نداد ولی قرار پولا رو برای فردا هم آهنگ کردم چیزی نگفت؟ نه همه چی همون جوریه که قرار بود پیش بره بعدش هم سپردم هر کی غرقی رو دید بکندش تو گونی و خبر بده خوبه با این گندی که شما زدین اگه 1% امیرعلیه
چیزی یادش مونده باشه کلک هممون کنده است. با تو با حرف زدی؟ تو با؟ آه برده باش حرف میزنم. برم فعلا بخسبم. چه بوی روح‌انگیزی. ای شیطون. خب بلند شدی که بیا اینجا از من تعریف کنی؟ آره. ببخشید. چته؟ چرا شبیه برق امتحانی ننوشته شدی؟ عرصت تو اتاقش نیست، موبایلش هم جواب نمیده روح‌انگیز جون. بعد مرتضی هم که میبینی چطوریه، میخواستم ببینم که شما میتونی. پایین نبود؟ نه. اشکال نداره، نگران نباش. صبر کن الان زنگ میزنم ببینم کجا رفته. قیافتو خوب کن دیگه، قربونت برم من، قصه نخور. خوب باش، الان زنگ میزنم، زنگ میزنم ببینم شاید اونجاست. روح‌انگیز جون ببخشید، همه درد سرای من افتاده گردن تو. قربونت برم من، باشه به این گله روح‌انگیز آب بده ببینم. باشه باشه، الان زنگ میزنم ازش خبر میگیرم. مرتضی 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 دقیقا به دست من نگاه کن، ببینی از پایین بیار بالا. اینطوری؟ آره
سلام. خبری ازش نشد؟ هرچی زنگ میزنم جواب نمیده. سابقه نداشته جواب تلفن من نده. جواب درستی نداد؟ به تو نگفتی شب کجا بوده؟ بحثتون شده؟ همونایی که بهتون گفتم. یکم هم سر این که مرتضی نیومد و موبایلش رو جواب نمیده حرف زدیم. الو پیر شدی یا دیر از خواب بلند میشی؟ از عرص خبر نداری؟ نه چیزی شده؟ هرچی زنگ میزنم جواب نمیده غیبش زده. صد دفعه بهت گفتم پای این بچه رو نکش وسط. یه سر برو سر وقت خسرو نرفته باشه پیش این پسره. الکی برم سراغ خسرو که چی بشه؟ اینم هر جا از سر گلش بلداره پیدا میشه. چیزی که بهت میگم و انجام بده، حرف اضافه نزن. فهمیدی یا نه؟ زنگ بزن به این مردی که ببین کجا باید بریم ساکو تحویل بهش بدیم. چی شده؟ به ستار گفتم بری یکی دو جا ببینه، حالا خودم هم میرم دنبالش. مگه شما میدونین کجاست؟ من همچی حرفی زدم؟ کل شهر قرنطینه است. اون وقت شما میگی که ستار کجا باید بدونه؟ ببینم نکنیم بچه‌رم درگیر کرده باشی. گوش کن ببین چی دارم بهت میگم اصلا. اگه بفهمم داری دست از با خطا میکنی خودم اولین نفرم که به 110 زنگ میزنم. شما چرا؟ من خودم زنگ میزنم. میگم داداشم با زنش دعوا شده گذاشته رفته. اصلا جمع کنیم وسیلاتون رو با هم بریم. باشه به احترام بزرگتر تو بیاد میکردی. توبه. چی گفتی؟ چی؟ چی گفتی؟ چه زری زدی؟ چه زری زدی؟ بلکو برو! شروع بدر میاری یا؟ من یا اینکه میری سر وسیله من؟ خیلی خوب باشه. باز چی میری سر وسیله من فضولی میکنی؟ به چه حقی؟ کی هستی؟ دنبال چی میگردی؟ بگو دیگه، تغییر بده. دفعه سر وسیلهش؟ من فقط ترسیدم که نکنی. ببخشید. تحویل بگی رو انگیز خانوم. وقتی قابل نمیدونی ببینی تو این خونه چی میگذره. همین میشه دیگه، همین میشه دیگه. پسری که مرد نشده رو وقتی میریم برش همین میشه. هرچی میگم حالیتون نمیشه که. جای گرم ندیدی تو زندگیت. خدا رحمت کنه آقامو، خدا بیامرزتش. اگه الان بودش بهت میگفتم. آی به جای پلیس کردن که فکر کنیم داره دنبال چی هستی، هیچی نیستی. گول خوندی دنبال هیچی نیستی. اون دیگه تشخیصش با خودم. اصلان اگه لازم باشه مطمئن باش که این کارو میکنم. خرمگس مرکه لعنت. اگر جلوی پریناز حرفی بهت نزدم برای اینکه یاد بگیری نباید اینه تو جلوی بزرگترش بایسه. آره اینم میشه، اما زشت نیستی آدم سابقه داری مثل من. شما که کلی بچه مچه زیر دستته بخواد درس اخلاقش یاد بده. نه زشتر از دروغ که نیست. بعدم آدم از کوچیکتر از خوش خیلی چیزا یاد میگیره. آره اما نه جایی که بخواد سرک بکشه. من داغ میکنم دست اون بچه ایره که بخواد داره سر نوازم شخصی. چرا؟ سر بریده داری مگه اون تو؟ بعدم میترسی چیزی بفهمه؟ من به تو دروغی نگفتم. آره دروغ نگفتی اصلا، ولی نگفتن حقیقت کمتر از دروغم نیست. ببین من درس اخلاقم رو جایی پاس کردم که تو اگه بودی جادون ردیف آخر بود. آدم حقیقت به خونوادش میگه، به همخونش، نه کسی که همسن و سال خودم نشسته جای مادرم. مادر علکی نیست با منم جاش پر بشه. وقتی نباشه جاش مثل این آسمون بالای خونه خالیه. میگیری چی میگم؟ آره میگیرم چی میگی، ولی قضاوت یه طرفه آسونه. چیزی که تو این سالا شنیدم نیش بوده و حرف مفت اصلا. اما میدونی وقتی که احترامو از بین میره اینه یه تنابی میبونه که پاره بشه و وقت بخوای گرش بزنی به هم دیگه. وقت اون دیگه تناب نیست، چون زخم یه گره همیشه تو تنشه و هر آن ممکنه دور گردنت بپیچه و خفت کنه.
گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. اصلا یاد بگیر وقتی که دهنت وا میشه چی ازش میاد بیرون. روهنگیزون من تو به چه حقی رفتی سر وسایل اصلان ها؟ اگه جوابشو دادم فقط برای اینکه مسئولیت شما رو گردن منه. اگه یه درصد فکر کردی هر غلطی که دلت میخواد تو این خونه بکنی اشتباه کردی. فهمیدی پریناز؟ آره؟ بله. من اگه رفتم سر وسیله‌هاش چون فکر میکردم داره واسه همون درد سر درست میکنه، وقتی دیدم عکس اون خانوم با نامشون تو، به خدا همه رو سر جاش گذاشتم. نمیخوام بفهمم. اول از همه معذرت میخوام که مزاحمتون شدیم. میخواستم بدونم نشونه ای از گروگانگیر یا سارقین یا همدستاش یادتون مونده که بشه به ما کمک کنید؟ انقدر همه چی سریع اتفاق افتاد که من هیچی تو ذهنم نمونده به جز گلوله‌ای که همکارای خودتون به اون از خدا بیخبر شلی کردن. همین. من واقعا نمیدونم امشب اگه نیروهای شما نمیرسیدن نفس من تکلیفش چی میشد. بازم خدا رو شکر. اما شما چند سالته؟ همسن دختر همکار ما هست. الان حالشون چطوره؟ خوب نیست. اما شما چیزی نمیخوای به من بگی که به من کمک کنه؟ اون پلیسه با اون آقای دوست بود. دوست بود؟ از کجا فهمیدی؟ وقتی داشتم با هم حرف میزدن یه جوری میشد. تازه اسمش هم میدونست. اسمشو چی گفت؟ یادم نمیاد. آقا ما واقعا تو شرایط روحی خوبی نیستیم. اگه میشه بذاریم برای وقت دیگه. من به شما حق میدم ولی ما هم وظیفه ای داریم. همکار من جونشو برای جون دختر شما گذاشته. پس اگه کوچکترین چیزی هم که به درد من میخوره لطف کنید به من کمک کنید. از این عکس کسی میشناسید؟ راست شب بود، تاریک بود، من خیلی نتونستم واضح ببینم ولی فکر میکنم اون آقایی که پشت فرمون نشسته بود همکار شما رو زد. خیلی ممنون ازتون، بیشتر از مزاحمتون نمیشم. گوش میدم. من یه چند بار براتون توضیح دادم جناب سروان. شما توضیح دادی ولی اون چیزی که من باید بشنوم و هنوز نشنیدم. والا ما مثل هر شب داشتیم کارمون رو انجام میدادیم که اونا یه دفعه ریختن بالا سرمون. اون چیزی که از سیستمای امنیتی اینجا من متوجه شدم بعد از بسته شدن درها فقط و فقط با تایید شما میشه ورود کرد. غیر اینه؟ نه. پس باید یه راه دیگه ای داشته باشه. مثلا اونا این تو مونده باشن. آره؟ اصلا امکان نداره جناب سروان. ما تو این دوران کرونا هیچ کس اجازه نمیدیم اینجا بیاد. حتی این جواهر فروشی قرار بود یکی از کارمنداش شب اونجا بخوابه. ما نذاشتیم. هیچ کسی اجازه نداره بیاد داخل. اگرم بیاد یا دوربینا میگیرنشون یا سنسورا صدا میدن. پس از نظر من دو حالت داره. یک، کلید داشتن و خیلی راحت اومدن تو که دوربینا باید ثبتشون کرده باشه. دو، آشنا بوده. سهشو میخوام تو بگی. نظرت چیه؟ من فکر میکنم اینا از آتیش سوزی اتاق برق استفاده کردن. میخوام اتاق برق رو ببینم همین الان. یالله جناب سرگرد عزیز، خیلی مخلصم. چطوری نصرت؟ همیشه خوبه؟ کوچیکم داداش، خدا رو شکر. میدونم دور خلاف و خط کشید نصرت، ولی زحمت برات دارم. جناب سرگرد، شما همیشه با ما لطف داشتی داداش. ما هم همیشه زیر دینتون هستیم. خلاف چند وقتی یه بخشا کردم گشتم رو تاخچه، الانم به مرحمت شما داریم نون حلال سر می‌زنم. کم هست ولی لطف خدا شیرینه. اون بلی آدم میگرد. به نام شاپور بیرقی.
راستیاتش با رابطه های قدیم و همه میانم شکرابه، ولی که اگه کار واجبی بشه چون به گردن ما حق داری متنم بالاخره یکی دو تا از این کنار گوشه ها پیدا کنیم، یک آماری برات در بیارم. الانش هم که دستم بنده، بذار کارم تموم بشه نمرت میگیرم بهت زنگ بزنم. آیه، آیه جون، خاله، آیه جون، دختر قشنگ و موشکک با شما ما، مگه نگفتی میخوای واسه نظری امسال به خاله کمک کنی؟ بچی شو قولت یادت رفت؟ آهان تنبلیت میاد، اینو بگو. نه خیرم، نگران بابا امیرم. نگرانی نداری که بابا امیرت خوب میشه، زودی برمیگرده خونه. حالا به جایی قصه خوردن پاشو، پاشو بیا به سلیقه خودت این سیاهی رو با هم بزنی، که بابا امیرت اومد بهش بگم چه دختر خوبی بودی، چقدر به من کمک کردی سر نظری. پاشو پاشو خاله. آیه، خاله با شما ما. مگه خاله با شما نیست آیه؟ چون تو به من دروغ گفتی، من مطمئنم بابا سرما نخورده. یعنی چی؟ چه وضع حرف زدنه؟ یعنی چی من دروغ گفتم؟ اه بشرا داخل ببین چه جوری صحبت میکنه. بچه‌سا بابا، تو به خاطر این مریضی که اومده نگهش داشتن که حالش خوبه خوبه خوب بشه بعد بفرستنش خونه. تو هم باشو به جای گریه کردن و قصه خوردن برو دست و صورت رو بشور، بیا با هم پارچه ها رو بزنیم، بعدش هم سر دیگه نظری برای بابا جون قد دعا میکنیم که زود زود خوب بشه. باشو قربونت برم. باشو از تو چته؟ بچه هست میفهمی؟ میگم ایران کاش میشد یه جوری رضا هماهنگ کنه، مثلا من حتی واسه یه دقیقه هم که شده برم امیرعلی رو ببینم، اصلا از پشت شیشه فقط برم ببینمش. رضا هر کاری به خاطر تو میکنه، مطمئنم خودت بهش بگو. خودم که نروم نمیشه، خیلی اون روز باش بعد حرف زدم، نباید باش حرف میزدم اونجوری. میشه تو بگی؟ باشه عزیزم، اومد که نظریه رو ببره بهش میگم، ولی تو رو خدا دیگه با این بچه اینجوری حرف نزن، گناه داره. میخوای بری استراحت کنی؟ نه اینا رو تموم میکنم بعد. سلام سابقه تمام افرادی که با ماجرای امشب مرتبط بودن خدمت شما. مدیر تلافروشی هم به خاطر کرونا چند وقتی خودشو قرنطینه کرده، گفتم فردا دفترشو باز کنه تا ببینیم چی ازش دستگیرمون میشه. دست شما درد خسته نباشید. با کنترل دوربینای راهور رد ماشینو زدیم، چون از خاکی رفتن
هیچ دوربینی اونجا رو پوشش نمیداده، به خاطر همین از نحوه خروجشون هیچ اطلاعاتی نداریم، یعنی اطلاعات بیشتری نداریم. بریم حنیف. جسارتاً جام سرگرد، احتیاجی نیست منم باشه؟ چشم. بله آرش جان، وجود شما اینجا ضروریه. سلام عرصه. سلام از باز. خوش اومدیم. خوش اومدیم. بفرمایید. عذرخواهی میکنم بابت تاخیر و اینکه نشد زودتر خدمت برسم. این سرقت دیشب و ویروس لعنتی باعث شده همه کارا به هم بریزه. ممنونم به خاطر همکاری تو. ببخشید من به خاطر این مشکلات کلن حواسم نیست. به هر حال همه زندگیمو بردن. کارمندتون گفتن مجموعه و تمام جواهرهایی که سرقت رفته بیمه هستن. بله بله. البته خب کاغذ بازیاش ده برابر وقت میبره. وقتی اونم تموم بشه نوبت به پاسخ دادن به مشتری هست. بحث مالیش مهمه، اما مهمترین مسئله آبرویی که ممکنه به خاطر این مسائل از شرکت بره. صاحب اصلی برند خودتون هستید آقای شهابی؟ نه نه نه، من فقط یک سهم کوچکی دارم. البته همه مسئولیت ها بر عهده منه. الباقی سهام، یا بهتر بگم همه سهام، متعلق به همسرم و برادرشونه که خب در حال حاضر ایران نیست. به شخص یا اشخاص خاصی مشکوک نیستید؟ رقیب زیاد داریم، اما فکر نمی کنم هیچ کدوم از اونا قادر به انجام اینجور کارا باشه. منظورم اصلا رقیب نیستش، هر کسی میتونه انگیزه‌شو داشته باشه، حالا جدا از انگیزه مالی. سارقین که به مجموعه شما دستبرد زدن با اطلاعات کامل اومدن سر مجموعه شما، پس هر انگیزه‌ای میتونن داشته باشه. ببینید من متاسفانه با همسرم مشکل خوردم. دلیلی که ایشون ایران نیستن همینه. اگر خدای نکرده کسی که پشت این ماجراست پیدا نشه من مشکل میخورم. من برای این شرکت و موقعیت کنونیش خون دل خوردم. مطمئن باشید که دستگیرشون میکنه، چون تو سرقتی که اتفاق افتاده یکی از بهترین همکارای ما رو از پشت با تیر زدن. بله بله شنیدم، متاسف شدم. امیدوارم حالشون خوب بشه. اما ببینید عرض من چیز دیگه ایه. من صرفاً به خاطر حمایت مالی همسرم اینجا نرسیدم. اگر سارقین پیدا نشن مشکلات زیادی برای زندگیم به وجود میاد. این عکس رو میشناسید؟ اجازه بدید. نه. میتونه بین کارمنداتون باشه؟ نه نه محاله، همسرم من وکالت خونده. برای تک تک کارمندان این شرکت با وسواس و حساسیت زیادی استخدام شدن، حتی نگهبانان مرکز خرید. آقای شهابی، شواهد خلاف صحبت‌های شما رو داره نشون میده. بدون هیچ تعصبی نسبت به مجموعه‌تون جواب سوالای منو بدید. یه عادت بدی هم که من دارم، هیچ وقت یه سوال دوبار نمیپرسم آقای شهابی از کسی. پس با من همکاری کنید. بله یک لحظه اجازه بدید. لطف کنید پرونده خانومی که 10 روز قبل استعفا دادن و برای من هرچی سریع‌تر بیارید. بله بله منتظرم. یکی از کارمندای مالی شرکت علی‌رغم اصرار ما به موندنشون استعفا دادن. دلیل اصرارتون چی بود؟ خب تو این شرایط کارمند خوب کم پیدا میشه، اگرم پیدا شد باید دو دستی حفظش کنم. بفرمایید. شما میتونید بشید. بفرمایید. خیلی ممنون. دلیل اخراج این خانم چی بود آقای شهابی؟ عرض کردم ایشون اخراج نشدن، استعفا دادن. من یک کپی کامل از تمام مدارک میخوام. بله بله میگم یک کپی از همه مدارک خدمتون تقدیم کنم. یه سوال ازتون دارم که هیچ ربطی به این پرونده نداره. تال اسم شخصی به نام زراب به گوشتون خورده؟ کی؟ زراب. نه من همچین کسی رو نمیشناسم. شما فکر میکنید این نوایی؟ ممنونم از وقتی که گذاشته آقای شهابی، فقط این چند رو در دسترس بشید. اگه سوالی بود بتونم پیداتون کنم ازتون بپرسم. بله حتما.
یا علی. مرتضی مرتضی با تو هم چرا جواب نمیدی مرتضی؟ تو اینجا چه غلطی میکنی؟ این بود جای مطمئنم. دعا کن دستم به این رفیقت نرسه. اگه دعای من بگیر بود که روزگار تو رو جلو روم نمیذاشت. بیا بازم کن ستار. مرتضی داداش چیکارش داری؟ مرتضی چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ مرده مرده مرتضی با تو هم چه خاکی تو سرم بریزم. من جواب پریناز رو چی بدم؟ همش تقصیر توه ستار. دوباره به عشقت نشستم بخواب.